مهمان امشب من آقا جان معتصم از همان روزهای جوانیش همرکاب ملا محمد عمر بنیادگذار و رهبر پیشین طالبان شد و بسیار زود به یکی از چهره های نزدیک به ملا عمر مبدل گشت. آقا جان معتصم وزیر مالیه طالبان بود و پس از آن افزون بر عضویت در شورای رهبری طالبان همچون مسئول مالی این گروه و نیز رئیس کمیته سیاسی طالبان نیز کار کرده است. وی از چهره های سلخا دانسته می شود و پس از بلند کردن صدای سلخاییش فراز و فرودهایی را نیز پشت سر گذاشته است، چنان که در پاکستان مورد حمله قرار گرفت و در امارات متحده عربی زندانی شد. او چند سالی می شود که از طالبان فاصله گرفته است، اما می گوید که طالب بود، طالب است و طالب خواهد ماند. آقای معتصم، به استودیوی طلوع نیوز بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. چی وقت به کابل آمدید؟ تشکر از دعوت شما. سلامت باشید. چی وقت به کابل آمدید؟ کابل یک، یعنی این بار یا وقتی که بار اول قصدتان است یا این بار است که بار اول؟ بار اول 2011 کابل رسیدم، آمدم. بعد از چند سال کابل آمدین؟ بعد از سقوط ما، سقوط حکومت ما، که حکومت ما سقوط کرد، باز من طرف پاکستان مهاجر شدم و در 2011 باز کشور برگشتم. آقای معتصم، وقتی که به کابل آمدین حتما چیزایی را دیدین که تازگی داشت پیش شما. چی چیزای تازه را دیدین که متفاوت بود با دورانی که شما حکومت داشتین در کابل؟ والا بسیار چیزها متفاوت بودند، به خاطر در وقت حکومت ما، خو پیش از حکومت ما در افغانستان یک جنگ های چی بزید شوروی، قوای شوروی اتحاد هم گذاشتند و پس از این جنگ های داخلی و خانگی بودند که متاسفانه کشور و وطن ما را بیخی به این طور یک حالت مبدل کرده بود که یعنی اگر راست بگویم هیچ چیز وجود نداشت، نه اداره بود، نه اقتصاد بود، نه تعلیم بود، نه دیگه چیزها بودند. یعنی همه جوانب زندگی چی شده، در هم بر هم شده بودند. اما وقتی که ما حکومت ما آمد، باز هم ما چی کردیم؟ کارهایی که ما کردیم، یکی خو جلوگیری آنارشیزم که اینجا در کشور ما در آن وقت حکومت های ملوک و طوائفی بودند، یعنی در هر ولایت و در هر ولسوالی و در هر جای حکومت های مختلف بودند. اگر ما و شما نظر بکنیم، اینجا در ولایت کابل، خاصتا در شهر کابل، تقریبا یک هفت هشت حکومت ها وجود داشتند. یک حکومت طرفی کارتی سی بود، دیگه طرفی کارتی چار بود، دیگه حکومت طرفی چلستون بود و دیگه حکومت طرفی خیرخانه. که شما انگیزه اصلی پدید آمدن طالبا را برداشتن یمی بینظمی ها میگین، که در پایان بهش میپردازیم بیشتر. آقا صاحب، وقتی که در کابل هستین، حتما روزهایی که شما در قدرت بودین، شما وزیر مالیه حکومت طالبان بودین یا رژیم طالبان بودین، به یاد شما می آید. چه حسی براتون دست می ده؟ خوشحال میشین یا غمگین؟ خوشحال به خاطر بودیم که ما یعنی چه جلوگیری آنارشیزم را کردیم و آنارشیزم از بین رفت و در افغانستان، در اکثریت افغانستان، تقریبا 95% خاک ما یک اداره مرکزی چی شد، به وجود آمد و همه کشور ما از مرکز اداره می شد و پیش از این امطور نبود، امنیت هم نبود، مردم ما و شما از امنیت هم بسیار یعنی به ستو آمده بودند
و چی درست بودن؟ نه آقا صاحب، منظور ما از امروز است. وقتی که امروز در کابل هستید و روزهای رژیم شما به یادتان میآید، خوشحال میشین یا غمگین؟ خوشحال خوب خاطر میشم که وطن در این حالت که است، حالا کشور ما از او حالت بسیار تفاوت داره. یعنی در مختلف بخش های زندگی وطن ترقی کرد، الحمدلله پیشرفت کرد و دستاوردهای بسیار استند. یعنی تعلیم مردم و سطح تعلیم چیزهایی که در دوران شما نبود، چیزهایی که در دوران ما کم بودند، اتوارم نبود که بخیر نبودند. یعنی سطح مردم ما، سطح تعلیمی مردم ما الحمدلله بسیار بلند رفت و امتوار اقتصاد مردم خوب شد به نسبت آن وقتا و امتوار چیزهای دیگه، یعنی زیاد چیزها تغییر کرد از لحاظ صحت و از لحاظ دیگه. یک چیزی که کم بود است و چی است؟ و جنگ و بدامنی است. در وقت ما جنگ و بدامنی نبود. البته جنگ بود، خو ایتور نبود که سرتاسری جنگ بود همه افغانستان. در یک منطقه و در یک ناحیه کشور جنگ بود و ایتور جنگ ها که روزانه در شهرها انفجارات می باشه و خصوصا در شهر مرکزی ما و شما که کابل است انفجارات صورت می گیره. عامل این انفجار و انتحار کی است آقا صاحب در حال حاضر؟ عامل به نظر ما چی است؟ قوات افواج متجاوز هستند. وقتی که قوات اجنبی کشور ما را اشغال کرد و سر کشور ما تجاوز صورت گرفت، از آن روز تا حالا متاسفانه که ما و شما در کشور خود چی داریم؟ بعد امن ما و شما مختل شد و ثبات و آرامی ما و شما از بین رفت. روشنتر بگویم آقا صاحب، یعنی شما میگین که عملات انتحاری و انفجاری که روزانه در گوشه و کنار افغانستان انجام میشن، نیروهای خارجی میان انجام میتن؟ به ضد بعضی حملاتی طور میباشه که مثلا حملاتی چی که هستند، هوایی که هستند از جانب تیاره های پیلوت دار و از جانب تیاره های بی پیلوت درون که هستند، یا امطور چفه هایی که به قمانده نیروهای خارجی و متجاوز صورت میگیره، چپه های شبانه، به این ذریعه بسیار چی میشه؟ بسیار مردم عامه ما و شما و مردم ملکی ما و شما تلف میشه. حملات طالبان چی آقای معتصم؟ حملات طالبان که هستن در او هم اشتباهات میشه، بخاطر که طالبان صرف برای طالبان که یک هدف است. هدف طالبان چی است؟ ضرر رساندن و هدف گرفتن نیروهای خارجی هستند. وقتی که چی باشه، یگان وقت متاسفانه در پیش روی اونا یک کمربند می باشه که و از نیروهای افغانی ما و شما ترتیب شده باشه. در این حالات و در این وقتا و روزا اونا می خواهد که به نیروهای افغانی ما و شما چی بکنه؟ خود را محفوظ بسازه و نیروهای افغانی ما و شما سفر بگیره. و متاسفانه که به نیروهای افغانی ما و شما به این خاطر که سفر استند برای نیروهای خارجی ضرر میرسه. و همچنان یگان وقت چی استند؟ در شهرها و در بازارها انفجارات که صورت میگیره و ایتور می باشه که در موجه ها هم مجاهدین می خواهند که چه بکنه؟ بعضی قطارها و یا بعضی موترهای نیروهای خارجی یا معاونی نشان را هدف بگیره. بعض نیروهای داخلی ما و شما پیششان میره یا ایتور می باشه که چی میشه؟ ایتور می باشه که وسائل طالبا که هستند اینقدر زیاد پیشرفته نیستند. تا وقتی که تا یک هدف میرسه، وقتی که تا یک هدف میرسه، باز چی شوه؟ متاسفانه که هدف به هدف خود نمیرسه و پیش از این که به هدف خود برسه منفجر میشه یا انفجار. مردم بیگناه روز به خاک و خون کشیده میشن. آقای معتصم،
سه تا اشتباه بزرگ دوره طالبا یا دوره شما چی است؟ اشتباهات بزرگ یکی خو این بود که اول که بعضی مخالفین که ما داشتیم هم با مقابلشان در جنگ بودیم، باید همراهشان صلح میکردیم. این یک اشتباه بسیار بزرگ ما شد. و اگر در آن وقت یک صلح سرتاسری در افغانستان می بود، شاید افغانستان به ایتوار یک حالت هم نمی رسید. نیروهای خارجی هم شاید نمی آمدن، به خاطری که چه علتهای آمدنشان یا اسباب آمدنشان با یک صلح سرتاسری چی می شدن؟ رفع می شدن. و اشتباه شما و انجامش ای بود که نیروهای خارجی بیان و این وضعیت تا فعلا باشه. این یک اشتباه صرف ما نبود، اشتباه افغانا بودند که در مابین خود یکی با دیگر می جنگیدند. و اشتباه دومی؟ و اشتباه دومی این بود که ما یک چی داشتم؟ یک اداره داشتم به نام امر بالمعروف و نهی عن المنکر. و ما اینقدر زیاد دقیق دقت نکردیم، مثل که مردمای شهری به چه طور باید تشویق سوا با اصول اسلامی و با احکام اسلامی باید پروگرام های تشویقی ما شروع می بودند، بجایی که با مردم از لای تشدد و چی شلاق و شاید اینقدر چی نمی بود، یک نمی فهمم، ما خودم ندیدم کدام وقت شلاق، اما بعض هم یک قسم تشدد می بود. به نسبت تشدد یعنی برای که مردم چی میشه؟ تشویق میشه و ترغیب میشه و خوب کارم میته و مردم هم خوش میشه. این یک اشتباه دوهمی ما بود. و اشتباه سومی که بود و هم مربوط چی میشه؟ شاید اشتباه سومی ندارین، هم دو تا اشتباه بودن. این دو تا اشتباه خو کلان بودن، شاید دارم خو حالا ده چی ده چی ده در ذهن ما نیست. آقای معتصم، امارت اسلامی یعنی چی؟ تعریفی که شما دارین و طالبا دارن از امارت اسلامی چی است؟ امارت اسلامی ای طور است که صرف در وقت طالبان نمی بود، یعنی در صدر اسلام هم می بود. مثلا حکومت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را مردم امیر المؤمنین می گفت و امارت بود در وقتش. پیش از او چی بود؟ خلافت بود. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را مردم خلیفت محمد رسول الله می گفت. که پس از این باز امارت شروع شد. امارت شروع بود. امارت ما هم یک تعریف بسیار مختصر که به شما بگویم، ای طور است که یک امیر منتخب میشه از راه شورای حل العقد که چه مردمای با بصیرت و مردمای علمی و مردمای با رسوخ مسلمان یک جای میشه، باز یک امیر برای خود چی میکنه؟ منتخب میکنه، او را امیر میگه و تحتش که چی باشه، سیطرهش که است، امی زمین که تحتش میباشه او را امارت میگه، حکومتش را، اجراعاتش را امارت میگه. اما امارت هم شروط داره، یعنی برای امیر هم شروط میباشه که چطور احکامات باید و چی بکنه، آیا امیر بکنه. در امارت یعنی مطلق اختیارات ندارن سری مطلقانا. سوال همیست که آیا امیر در برابر کسی یا نهاد پاسخگو است در امارت که شما داشتین یا در کل در امارت؟ بله، به خاطر که یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در سر منبر استاد شد، بعض با صحابه کرام خود به طرفشان سعی کرد و گفت که اگر ما چی شدم، بیراه شدم، ما کجروی را اختیار کردیم، شما همراه ما چطور معامله میکنی؟ یک صحابی در مقابلش استاد شد، گفت که شما را به شلوار با چی میگه؟ شمشیر. شما را به شمشیر چی میکنم؟ صدا میسازم.
اگر شما کجروی را اختیار کردی شما را به شمشیر برای راست میاریم یعنی مسلمان ها حق داره که امیر چی شوه امیر یعنی اصول مسلمان ها را یا حقوق مسلمان ها را تلف کنه مسلمان ها حق داره که در مقابلش استاد شوند و او را معزول بکنند از وظیفه از منصب خود او را بکشند آیا مسلمان های افغانستان یا مردم افغانستان ای اجازه را داشتن یا ای صلاحیت را داشتن که در برابر ملا عمر استاد شوند و با شمشیر برای راست بکشاننش بله یعنی وقتی که ما می دیدیم ما خو اکثر وقت همراه ملا محمد عمر حفظه الله رحمه الله عفوا د چی می بودم د دفتر کارش می بودم بردوباش ما امونجا می بود یعنی مردم که ما می دیدم که می آمدن پیشش اکثر مردم اتوار بودن که مناسب یا منصبهای کلان هم نداشتن وزیران نبودن، رئیسان نبودن مردم عامه هم پیشش می آمدن اجازت داشتن که پیشش بیایا و با او چی بکنه با او بحث بکنه مناقشه بکنه که ای کار که شما کردی ای کار خوب نبود و ای کار که کردی ای کار خوب بود خوب که نبود و ملا محمد عمر از او کار چی منصرف می شد او را ترک می کرد درست آقای معتصم آیا راست است که البته شنیده ای ماست آیا راست است که آقای ملا محمد عمر خرقه پیامبر را برتن کرده؟ بله بله پس از قیام یا از قیام تحریک طالبان یا از نهضت طالبا دو سال پس یک بار ما همراه ملا محمد عمر بودم ما خودم به دستم همه چی خرقه رسول خدا مصطفی صلی الله علیه و سلم در دستش دادم اونا چه کردند کی فتوار داده بود برشان دو دست ها را اتوار چه کردند باز پوشیدند فتوا از کجا آمد که باید برتن بکنن؟ فتوا این کار خوب به فتوا ضرورت نداره کدام حکم چی نیست حکم اسلامی و شرعی نیست این کار یک تبرک بود ما میخواستم که در افغانستان همی گدودی و انارشی که بودند ایرا از رای تبرک چی بکنم به خداوند متعال پیش بکنیم که خداوند متعال سری مردم ما و شما رحم بکنه و مردم ما و شما با یک صدا و با یک آواز شوه متحد شوه متفق شوه و یک حکومت مرکزی و حکومت خوب در کشور ما و شما جای به جای شوه با این خاطر این کار انجام دادم کدام به فتوا ضرورت نداره این کار مشکل طالبا یا تفکر طالبانی با نظام جمهوری اسلامی چی است آقای معتصم؟ تفکر د طالبانو د نظام اسلامی جمهوری سره دا دی چې د طالبانو په حکومت کې عام انتخابات نه کېدل د طالبانو په حکومت کې امیر چې د غسو امیر چې وټاکل سو په شورای اهل حل العقد باندې چې هغه وخت کې موږ د یو نیم زر څخه تر دوو زرو پورې علما کرام و او هغه بزرگان متنفذین داشتیم و انتخاب میشد بله بله بزرگان متنفذین و شخصیت های علمی را طلب کردیم کندهار باز اونجا همه با یک صدا و با یک مشوره و با یک چی او را امیر چی کرد منتخب کرد باز یعنی با در نظام امارت به با انتخابات باور ندارن و مخالف انتخابات هستن یکی از مشکلات طالبان با نظام جمهوری اسلامی همی است انتخابات عامه باور نداره انتخابات که برای امیر مثلا شورای اهل حل العقد این یک انتخابات است نه در همو صد باشه اگر و شورا امیر را چه بکنه رد بکنه که ما ایرا امیر نمی سازم و اکثریت شان چی شوه مخالف شوه باز و امیر جور نمیشه شورا چند تا عضو داره آقای معتصم؟ و شورا چی نیست و یعنی محدودیت نداره و نسبت به شرایط و به احوال در وقت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که و شهید شد پس از اینکه خلیفه چی میشد تعیین میشد اونا شش نفر متعین کردند اما شش نفر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چی
در دوران شما چند نفر بود که آقای ملا عمر برگزیده شد؟ در دوران ما تقریبا در مابین 1,500 تا 2,000 اینقدر نفر بودن، به خاطر که ما میخواستیم که چی شوه که در این وقت مردم زیاد به یک چیزی بسیار به آسانی قناعت نمی کنن. در آن وقت خو مردم قناعت داشت، بعضی صحابه کرام بودن اونا یک حیثیت خود داشتند در مابین صحابه کرام که و با رسول اکرم صلی الله علیه و آله. فرض کنیم 5,000 نفر رای بتن که امیر در امارت برگزیده شه، آیا میشه در افغانستان ما 5,000 نفر نماینده 32 یا 33 میلیون نفر حساب کنیم؟ و خود چی است؟ یعنی حکم چی که است؟ سلسله امارت کی است؟ سلسله امارت خو آمتور است، امارت اسلامی. 5,000 نفر باشه، 10,000 نفر باشه، و ایتور میکنه، اونا ایتور یک محاسبه میکنه که الله جل جلاله هم میفرمایه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسانی که علم دارند، دانش دارند و با آن کسانی بسیار متفاوت هستند که اونا علم و دانش نداره، مطلق جاهل است، مطلق یک معتاد هیروین چی میکشه، دود میکنه و دود میکشه و یا چرس دود میکشه و یا چی میکنه، و کسانی که دانشور هستند، کسانی که علما هستند، کسانی که اهل خبره هستند، اونا با این کسانی فرق داره. الله جل جلاله هم امیتور میفرمایه که کسانی که علم داره، دانش داره، با آن کسانی ممنون. یا قسم نیستند که و چی هستند، جاهل مطلق هستند. سلامت. چند تا پرسش میگیریم از دوستایی که اینجا هستند. بفرمایید آقای تیان، شما اگر مایک بفرمایید. به نام خدا با تقدیم سلام خدمت مهمان و مجموعه بینندگان عزیز. امروز موضوع یکی از موضوعاتی که طالبان زیاد رویشان تاکید دارن، اگر معرفی کنید، من بشیر احمد تیانج هستم، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان. امروز طالبان بحثشان این است که ما امارت اسلامی خود را می خواهیم که مثلا 20 سال پیش در افغانستان داشتیم، ولی دیدگاه شما که امروز حزب هستن، مثلا حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، میلیون ها هوادار در سطح افغانستان داریم، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و ده ها حزب دیگه داریم، آیا منطقی را که طالبان مطرح میکنن که امارت اسلامی داشته باشن، جایگاه ای عذاب در کجا می باشه؟ آیا این عدالت است یا مثلا حق ما باز در کجا می باشه؟ یعنی ایج تقسیم عادلانه قدرت مد نظر گرفته میشه؟ تشکر. شما سوال کنین، بعد میریم سراغ دیگران. بفرمایید، مایک پیش شما است. بله. معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. من سیده آصفه شاداب، عضو دوره های 15 و 16 ولسی جرگه پارلمان افغانستان. ما فکر کنم امروی آغاز یک 3 سال قبل معرفی شده بودیم و تشکر هم میکنم. بنابرای یک موضوع سوال و سوال ما این هست که اشتباه سیومی که آغاز دو بحث نکردن، امی عدم حضور زنان در ساختار حکومت طالبا بود. بله. و ما از ایشان پرسان میکنم که بعد از این چی خواهد بود؟ درنمای حضور زنان در بخش سیاست و اجتماع افغانستان چه خواهد بود؟ این مسئله هست. سعی کوتاه‌تر باشه آقای نامی، بعد میایم سراغ شما. بفرمایید. تشکر. صدا دارم مایک ما؟ بفرمایید. دارم. بله. تشکر. من عبدالرؤوف نامی هستم، عضو مجلس نمایندگان از ولایت بدخشان. جناب آقا صاحب، من میخوام یک سوال شرعی در ارتباط ساختار نظام سیاسی اسلام داشته باشم. علمای سیاسی گذشته مثل ابن قمقفع، ابن قتیبه و تعداد زیادی حکومت اسلامی را اصل شرعی میدانند، ولی شیوه‌های رسیدن به حکومت اسلامی را امر عرفی میدانند و استدلالشان این است که حضرت ابوبکر صدیق یک تعداد معدود جمع شدند، او را خلیفه ساختند، حضرت عمر فاروق با وصیت خلیفه مسلمان ها شد یا امیر المومنین شد، حضرت عمر فاروق وصیت کرد که 6 نفر جمع شوند، از میان خود یکی را انتخاب بکنند، و در زمانی که حضرت علی خلیفه شد عامی مردم بیعت کردند. یعنی در 4 خلیفه 4 شیوه شد. بله. این 4 شیوه نشان دهنده است که امر رسیدن به حکومت امر عرفی بشری است. شما آیا انتخابات عمومی را
در انتخاب امیر خلیفه رئیس جمهور رئیس دولت ایره شما یک امر شرعی میدونین سلامت. یا خلاف شریعت سلامت. و در این ارتباط ابن مقفه و جمعی علما اینمی حدیث از سند میارن که لا یجمع امتی علی الخطا. سلامت. وقت کم مانده تا وقف است آقا صاحب جواب بتن بعد میریم سراغ سوال های دیگر. بسیار معذرت میخوایم نوبت میرسه. بفرمایین آقای معتصم. بله، اول جوابی آقای تایانج، برادر محترم آقای تایانج، میخواهم که بگویم وقتی که امارت اسلامی به وجود میآید اینجا و جای جمهوریت اسلامی میگیره، یعنی این ظاهر است و که باید چی باشه، یعنی از هر حزب و از هر گروه و از هر قشر کسانی که دانشمنده هستند، کسانی که علما هستند و کسانی که متفکره هستند، اونها باید گرفته شود، همه امارت اسلامی چی شود آورده شود و برای همه اقشار افغانستان و همه طبقات و همه مردم که هستند از هر مسلک و از هر چه و را باید جایگاه داده شود، چه د امارت ایتور نیست که یعنی محدود برای یک قشر می باشه یا منحصر برای یک قشر می باشه. امارت هم اموتور یک چه داره، اموتور اصول داره مثلی که جمهوریت داره. صرف در مابین امارت و جمهوریت این فرق است که امارت اسلامی حق رای با آن مردم مساوی نمیدانند، رای یک جاهل مطلق و رای یک عالم بزرگ و چه چه که باشه، یعنی متنفذ باشه و یک اکادمیک باشه، رای او چی میبینه، یعنی متفاوت میبینه. درست. بله، جواب سوال اول داده شد آقای بله، معتصم. بله، بله. دیگه جوابا را میگیریم، یک وقفه کوتاه داریم، بعد در ادامه آقای معتصم بس پاسخ سه سوال دیگه هم خواهند پرداخت. و بیننده های عزیز، ادامه این برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید و ادامه این برنامه با آقا جان معتصم، وزیر مالیه دوره طالبان و همچنان رئیس پیشین کمیته سیاسی طالبان. آقای معتصم، جوابایی که داشتین بعد دو تا سوال دیگر. بله، سوال دوم از خواهرم سیده آصفه بود. اونا گفتن که اشتباهات در وقت طالبان که بودن، اشتباه سوم شاید عدم حضور زنان بود، اما ما تا یک حدی همراهش چی هستم، موافق هستم، اما یک چیزی که یک ملاحظه که من باید او را اظهار بنمایم و این است که در وقت طالبان ایتور نبود که بیخی از حضور زنان طالبان چی میکردند، یعنی دوری میکردند، بلکه با طالبان همراه طالبان ایتور امکانات نبودند که تعلیم و کار و وظیفه ها برای مردها و زنها چه بکنه، میسر بکنه. در آن وقت در اواخر شاید شما شنیده باشه یا دیده باشه بعضی کسانی که در همی حضار کرام حاضر هستند که چه بود، در کابل ما چه کردیم، همی پوهنزی طب پوهنتون کابل را چه کردم، فعال کردیم در شفاخانه 400 بستر. خواهرای ما می آمدند اونجا درس های خود را می خواندند. همو طور یک سلسله چی یک کورس قابلگی در جلال آباد فعال کردیم که 200-300 زنها خواهرای ما می رفتند اونجا
کورس را میخواندند و متوارد مزار شریف و د قندهار اما د ولایت هرات هم ما فاکولتای چې طبی پونتون هرات را فعال ساختیم اونجا و فاکولتای زنها د طب د بخش طب چه بود فعال بود کافی است آقای معتصم اگر سوال سوم که است از برادر گرانقدر عبدالرؤوف انعامی صاحب بود اونا گفت که جمهوریت که است شاید از ما اگر فراموش کردن نباشم که شما سر جمهوریت اعتقاد داری یا نداری یا این چی هستند؟ امو انتخاب یک حکومت برای مردم این با عرف متلاقی میشه هر جایی که هر قسم عرف باشه باید امو حکومت عرف اونجا چه شوا؟ پیاده شوا بله با عرف عرف هم یک چی است؟ یک اصل است دی اسلام عرف هم عرف عام که است و هم چی است د فقه اسلامی ما اونارا عرف عام هم یک اصل د چی د اصول خود میگیره سر یک چیز مثلا یک چیز که ما یک مثال به شما بیتم یعنی بیع عدم یک چیزی که بیخی نباشه خریدن او چی است ناروا است خو چیز نیست اما بیع عدم د چی د جمع جور کردن و ده همی فایزار جور کردن و ده ای چیزها فایزار نمی باشه ما و شما با موچی یا با اونا چه پل میتم که مرا ایتوال یک فایزار با ای اندازه جور بکنی بخاطری که سرش یک عرف عام است ده مردم این هم یک اصل شد اما ده دیگه چیزها بای مردم نروا است یعنی بتایید صحبت شما ما خو ایتوال می خواهیم که چی شوا یعنی خود نظر ما که است در افغانستان حالا یک منزله است امارت اسلامی که است و چی قبول ندارند جمهوریت اسلامی قبول ندارند و کسانی که در جمهوریت اسلامی هستند و امارت اسلامی قبول ندارند رای شخصی ما این است که چی شوا یک نظام که میکس باشه مخالط باشه از امارت اسلامی و از جمهوریت اسلامی نامش هم اگر چی باشه جمهوریت افغانستان د اسلامی جمهوریت امارت یه طور یک نام چه شواکه که هم د او امارت باشه هم د او چه باشه یعنی امارت جمهوری اسلامی افغانستان یه طور یک نام شواکه د او هم ارزش های جمهوریت چه باشه جای به جای باشه و ارزش های امارت هم که جای بجای باشه حالا خو یک معزله است خو اتفاق نمیشه یکی از دیگه چی قبول ندارن کسانی که تحت لوای جمهوری چی دارن زندگی دارن امارت را قبول ندارن کسانی که تحت لوای امارت زندگی دارن جمهوریت قبول ندارن یک نظامی که میکس باشه از هر دو شاید بهتر شود آقای معتصم چند تا نقطه ای که در هر دو نظام میتونن که به سود افغانستان نباشه یا شرایط عملی شدنش برابر نیست در افغانستان یا حداقل قابل پذیرش مردم نیست هم در جمهوریت و هم در امارت اگر ما شناسایی بکنیم از دید شما و بیرون بکشیم یا ارزش های دو تا رژیم متفاوت چی است مثلا از امارت اسلامی چی باید بیرون کشیده شود و از جمهوری اسلامی چی باید بیرون کشیده شود به نظر ما خو اگر اینطور شوه که بعضی مثال ها دیگه کشورها هم شاید باشه یعنی انتخابات همه صورت بگیره حکومت قوای چی حکومت جور شوه قوای اجرایی که باشه و حکومت باشه و دیگه پارلمان موجود شوه قوای مقننه همو طور چی باشه و امارت ای طور باشه که راسش یک امیر باشه خلیفه باشه مثلی که سابق شای ما و شما بود اما امیر که است و چی است؟ برای شاه قانون اساسی در آن وقت که ما مطالعه کرده بودیم و چی بود؟ غیر مسئول قابل الاحترام بود یعنی ده هیچ چیز مسئولیت نداشت امیر باید مسئولیت های خود داشته باشه یعنی کارهایی که چی بکنه؟ کارهایی که
با اصول اسلامی و با چه با احکام اسلامی متغیر باشه، مردم باید با او درست چه شوا استاد شوا که این کاری خوب نیست، مثلی که در امارت های سلف صالح بود. درست. پس از گفتگوهای سال شایعات پخش شد که گویا طالبا با درس خواندن یک جایی دخترها و پسرها مخالف هستند. من میخوایم پرسان کنم که در فکر طالبانی یا در نظامی که طالبا به دنبالش هستند جایگاه زنا در کجا میتونه باشه و چرا نباید دخترها و پسرها در یک صنف درس بخوانند؟ در یک جامعه و در یک مجتمع اسلامی از احکام اسلامی یکی این هم است که خواهرای ما و شما باید محجب باشه و چی د اختلاط با چی اختلاط عام که باشه با چی نباشه با مردمانه باشه و ای طور فکر میکنم این یک مشکلی کلان نیست. خود دیگه کشورهای اسلامی هم هستند، همه گلف کانتری است که است، متور هستند، دول خلیجیه، سعودی و امارات و ولی در برخی از کشورهای دیگر اسلامی یک جایی در یک صنف و یک چوکی درس میخوانند، یعنی اصول اسلامی نیستند. برای اونا از دیگه جاها، از اروپا و امریکا و از دیگه جاها این کلچر آورده شد و اونجا عملی شد. اونجا هم چی که هستند، یعنی کسانی که چی هستند، یعنی اسلام پالی، حالت هم مبارزه کوي او هغوی د دې لپاره جد و جهد کوي چې څه وسی چې مخلوط تعلیم چې دی هغه سره لیر جدا شوند. شما دارین میگین که خانمایی که اینجا آمدن نشستن با مردا در یک چوکی یا در یک صف خلاف اصول اسلامی است. بعض این خواهرای ما که هستند اکثر خواهرای چی هستند، یعنی با عمر ما هستند، یعنی یک چیز جدا است، بسیار تفاوت داره. شما که چی بکنی از نوجوانی و تا آخر عمر همه تعلیم مخلوط بکنی و چی بکنی، این بعضی مشکلات دارند. اگر مشکلات نداشتند بعض مسلمان ها از این چی نمی کردند، جلوگریش نمی کردند، یعنی ظاهر است که مشکلات دارند. شاید از امی کسانی که حضاری کرام که موجود هستند، ما اگر از اینا پرسان بکنیم بعضی کسانی ما میبینم شاید دخترای خود به این طور یک پوهنتون روان میکنه یا به این طور یک مکتب که او مخلوط نباشه. ده همی کسانی همه طور مردم ها هستند. خب از چی هست؟ یعنی جامعه ما و شما از وقتی که بنام افغانستان یا بنام این منطقه بنام خراسان مشهور بود، پس به افغانستان مشهور شدند، اما طور یک سلسله هستند. ما و شما چرا کلچر خود را تغییر میتیم؟ چه ضرورت است و چه فرق است که کلچر خود را تغییر میتیم و کلچر خود را به کلچر دیگران و چه غربی یا اروپایی مبدل میسازیم؟ این خو شاید ضرورت هم نباشه. درست. آقای معتصم، اندک بحث تغییر بتیم. چند روز پیش شما برگ رفتید. بله. از چی آدرسی و برای چی کاری؟ ما که به ارگ رفتم پیش رئیس صاحب جمهور افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی و همراهش بعضی از کابینه‌اش، بعضی عالی رتبه کسانی دیگه هم حضور داشتند. از طرف لوی قندهار بعضی مردم آمده بودند اینجا در کابل، همراه ما ملاقات کرد. بعض گفت که ما همراهی رئیس جمهور بعضی صحبت ها داریم و صحبت ها درباره صلح هم داریم و صحبت ها درباره بعضی ترقی منطقه خود که پروژه ها بری ما منظور بکنه و صحبت ها هم داریم. اونا فکر میکنه که در صلح ما بسیار چی هستم، نه بسیار دست بالا دارین یا زیاد چی دارم، دلچسپی دارم، زیاد دلچسپی دارم. یعنی ما هر روز و هر وقت در این فکر هستم که چطور میشه یا که چطور میتوانیم ما چی وطندارای ما و مردمی ما با کشور خود یک صلح سرتاسری و صلحی که بری مردمی ما راحت و سکون پیدا کنه ایتوار یک صلح بیاریم. با این خاطر باز رفتم، رئیس جمهور هم لطف کرد و درباره صلح بری ما بسیار اظهارات زیاد و بس شما چی کردند. باعث نماینده مردم لوی قندهار رفتید؟ یعنی در جمعشان رفتم، ایتوار نماینده خو هم نبودم، خو ما در جمعشان رفتم. بله. شما در ارگی رفتید که چند ماه پیش یا شاید هم یک سال پیش
گفتیم که حکومت غلام امریکاست و افغانستان اشغال شده است. بله بله بله. و شما امروز در مرگ رفتین. بله بله. خو یعنی خو یک معضله است افغانستان. خو حالا نم میگم که اشغال است، همه قوایی که نیروهای خارجی که هستند و چی هستند، نیروهای اشغالگر هستند و کسانی که با همه نیروها چی میکنه، این نیروها را یعنی از صدق دل چی حمایت میکنه و ایرا خوش دارند، ما به این عقیده هستم که چی هستند و کسانی هم یعنی امروز هم افغانستان طرفدارای اشغالگر هستند. امروز هم افغانستان اشغال شده است، در این هیچ شک نیست. و حکومتی که ما داریم حکومت وحدت ملی چیگونه حکومتی است؟ حکومت خو چی است؟ ما خو مجبور هستیم، ما افغان ها باید یک اداره داشته باشیم. اداره اگر برای افغان ها کار بکنه، بس خو چی نیستند و طرفدارای اشغالگرا نیستند. اگر به مفاد اشغالگرا کار بکنه، بس خو طرفدارای اشغالگرا هستند. ما و شما باید به عمل کردی اونا نظر بکنیم که عمل کردی اونا چطور هستند. برای مردم ما چی است مفید و نفع دارند یا بر اشغالگرا نفع دارند؟ اگر خدمت میکنه بر اشغالگرا، ظاهر گپی است که چی است و چی هستند، یعنی طرفدارای اشغالگرا هستند. ما تا حالی که میبینم حالا چی هستند و وقتی که صحبت های اشرف غنی صاحب را شنیدم، حالا بسیار یعنی در چی در فکرش فرق آمده بود. به من گفت که آقا صاحب، ما مکمل تایید همی روند صلح که حالا جاری است کاملا تاییدش میکنم. یعنی امروز غلام نیست؟ یعنی که چی شوه؟ غلامی که است او خو یک عمل است. اگر یک کسی با اشغالگرا کمک بکنه و غلام شمرده میشه. اگر یک کسی برای مردم خود خدمت بکنه و یک آدمی یک شخصیتی بسیار خوب و در تاخیر هم در تاریخ هم شاید جایگاه داشته باشه. آقای معتصم، دیدگاه شما در مورد گفتگوهای صلح چی است؟ روایت ها است که طالبان هنوز هم به صلح صادق نیستند، یک نوع بازی را راه انداختند. آیا فکر میکنین که این بار یک صفحه تازه ورق بخوره و صلح بیاید به افغانستان و طالبان دیگر تفنگ بر شانه بر ندارن؟ والا ما زو خو په دې باور یم چې دا جنگ چې اوس شروع دی، جنگ د جنگ په ټولو اطرافو کې او په ټولو لوریو کې طالبان ډیر متضرر دي، ځکه طالبان د افغانستان د اولس یو قشر دی. نو دوی د 24 ملکونو په مقابل کې جنګیږي چې دغه هر ملک وسایل او اسباب د طالبانو تر اسبابو قوي دی. نو طالبانو ته ډېر خساره او ډېر نقصان روزانه رسیږي. کوم لوري ته چې زیات نقصان په جنگ کې رسیږي، هغه لوري وسولې ته ډېره لیوالتیا لري په نسبت باندې د هغه لوري چې هغه ته کمه خساره رسیږي. زه خپله په دې باور یم چې طالبان تر هر چا نن ورځ په افغانستان کښې وسولې ته لیواله دي او سوله غواړي په هیواد کې. پس شما باور دارین که خوشبین هستین حداقل که گفتگوهایی که برای انداخته شده به صلح بیانجامه؟ خوشبین نه، بلکه تا حدی یقین هستم. یقین دارم که انشاءالله ما و شما اگر این روند خوب بروه، پیش بروه و برادرای ما سیاسیونی افغانستان و حکومت افغانستان و طالبان و مردم افغانستان اگر حمایتش بکنه، ما یک چانسش بسیار که ما و شما دامی 19 سال ندیدم، یک چانس و یک فرصت بسیار خوب و مفید میبینم. سپاسگزار. چند پرسش دیگه میگیریم از دوستا. بفرمایید خانم حسن‌زاده، بعد خانم. بفرمایید شما. بفرمایید اول. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سعید صمیم شمسی هستم، فعال سیاسی. سوال ما دو جز داره. یکی که شما شریعت تقریبا شریعت طالبانی میخوانین در حالی که حکومت افغانستان جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نظام افغانستان نظام اسلامی است، یک بخش موضوع. و موضوع دیگه ای از زمانی که شما 10,000 رای یا 5,000 رای انسان در برابر 20 میلیون رای یا 10 میلیون رای ارجحیت میتین، خودش خلاف مقرره اسلامی و خلاف ارزش اسلامی و بشری نیست؟ تشکر. تشکر. بفرمایید خانم حسن‌زاده. میایم
بسم الله بسیار فشرده باشه وقت بسیار کم مانده بسم الله الرحمن الرحیم زمان موسیمی نسان زاده دی ده اطلاعات و فرهنگ ده نشرات و پخوانی موین زما ژبا فارسی ده خو پختو سره مینه لرم غواړم چې په پختو خبري وکړم زما پختنی زما پختنه ده خزو ده طالبانو له خزو سره ده طالبانو ده چلن په باب دی زه غواړم چې وایم د قران کریم ده یو لنډه آیتونه واشروهن بالمعروف يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها نو طالبان چې یو مذهبي سیاسي جوړښت وو او دی نو څنګه لکم په کوم دلیل سره له خځو سره داسې سپک نظر درلود زما سوال هم داسې او بل دا چې زما ظاهر ته وګورئ یو کوچنی سوال زما ظاهر ته وګورئ دا ظاهر اکثر افغان ښځې داسې دي او دوی په اسلامي زده کړو سنبال هم دي تاسو طالبان منئ دا ظاهر اسلامي حجاب هم دی او اسلامي زده کړې او پوهې هم ورسره مایک اگر این طرف به خانم میایم سراغ شما میایم خلاص شو صف اول میایم این طرف بفرمایید سوال ما بسم الله الرحمن الرحیم سوال ما سه جز داره خود را شکیبای هاشمی هستم در سایت های جناب آقا صاحب در سایت های اجتماعی در این اواخر زیاد تبلیغ به این میشه که این صلحی که در افغانستان میایه در حقبش یک جنگ طولانی است ما میخوایم که شما یا بعد از این داعش با وجود میه امیر شما بر مردم افغانستان ایرا شرح بدین یک فساد که شما وقتی که در سال 2011 در کابل آمدین گفتین بسیار ما ترقی و اینا را دیدم در تمام مسائل فساد در زمان خود اگر بر مردم افغانستان بگوین که در زمان امارت شما فساد چند فیصد بود و حال در زمان جمهوری اسلامی افغانستان فساد سلامت. و چقدر سلامت. با یعنی فیصدیش اگر بگوین درست تشکر امو جوان پرسان کنه در آخر بعد درست ام مایک برسانین دوست ما بفرمایید در ام برادر سوال کنن بعد بسم الله الرحمن الرحیم درست میایم به شما بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم استاد اجازه ز فیصل حسنی ما په مالزیا کې په درسو بوختی ما بفرمایید جناب مولای صاحب تاسو طالبان د واکمنۍ پر مهال د مالیه وزیر وای که اوس درته په حکومت کې د خدمت کولو وړاندیز وشي آیا تاسو حاضر یاست چې د نوی حکومت او د نوی افغانستان سره په ګډه کار وکړی تشکر جواب میگیریم دوباره میایم به دوستا یک بار دیگه میایم به دوستا اگر فرصت باقی بمانه آقا صاحب بسیار کوتاه جواب بدین درست است اول سوال از برادر گران قدر سید شمیم شمسی سوال اونا این بود که شما این مردم را چرا صرف نظر میگیری که دا افغانستان چی است؟ دا افغانستان یعنی به میلیون ها چند میلیون نفر است ولی شما ترجیح یک پنج هزار یا ده هزار میتی آقا صاحب محترم ما دا چی دا صحبت های خود پیش ازی هم ذکر کردم برای برادر ما که ما به این عقیده و به این نظر نیستم که چی شوه که جمهوریت همه از بین بروه و جایش امارت بگیره ما میخواهم که حالا یک معضله وجود دارند معضله که وجود داره برای حل معضله که بعضی ارزشتا از امارت اسلامی بیایه و بعضی ارزشتا از چی جمهوریت اسلامی بیایه این هر دو یک جای شوه یک نظام میکس و مخلط جور شوه که برای مردم ما و شما مفید باشه درست سوال بعدی و سوال بعدی که است از نسی خانم سیمین حسنزاده خب سیمین یاسینزاده حسنزاده خب سیمین حسنزاده طوری که شما لطف کردی و از مطابق فرموده شما ما با چه به زنان احترام دارم زنها مادرهای ما هستند و خواهرهای ما هستند و زنها هم نصف قشر جامعه ما و شما است وقتی که یک زن یک فرزند را تربیه نکنه و از چی مکتب و از فهنتون و از اونا اینقدر جا تربیه نمیگیره مثل که از مادر خود میگیره یعنی ما کاملا احترام دارم امو آیت های شریفه که شما تلاوت کردی بسیار خوب ولا تا حدی که ما شنیدم تجوید و قرائت شما هم بسیار خوب بود و چه
کیفیت لباس شما هم خوب است، محجب است. از شما بسیار ممنون هستم و ما بنابر امی آیات های قرآن عظیم شان حقوق زنها را قائل هستم، کاملا حقوق که الله جل جلاله و در شریعت مقدسه ما به زنها داده شدگی هستند با همه ما اعتراف است دارم و قائل هستم. سلامت. بعدی و خانم شکیبا هاشمی سوال داشتن. شکیبا هاشمی سوال داشتن، یکی خو اونا گفتن که چی شوا فساد او وقت زیاد بود یا همین وقت؟ فکر میکنم که فساد حالا زیاد است، به خاطر که ما میبینم که به صدها میلیارد دلار کشور ما داخل شدند و کشور ما تا حالا اینطور معلوم میشه که چه که یعنی دهی 10 میلیارد اگر د کشور دیگه مصرف شوه 10 میلیارد دلار و بیخی شوای شو و چه رنگش تغییر میخوره دیگه قسم میشه. اینجا صدها میلیارد دلار آمدن باز هم حیف و میل شدند و چه فکر میکنم که تا حال د چه د شهرها د بعض مرکزهای ولایات و د شهر کابل زندگی مردم کمی خوب است، اما د اطراف و د جاهای دور که ما و شما میبینیم هیچ تغییر نامدند و دیگه شما که حراس و از چی داری؟ از داعش داری. فکر میکنم داعش یک فدیده است که د مردم ما و شما جای نداره، بخاطر که اونا غیر مذهبی هستن. جامعه ما و شما اکثریت شان چی هستن؟ مردمای مذهبی هستن و به داعش شاید چی نشوه، یعنی جای طالب را نگیره. طالب که است سراسر کشور ما و شما هر جای جای داره، بخاطر که همه از مذهب حنفی هستند و مردم ما هم اکثریت شان از مذهب حنفی تعلق دارند به مذهب حنفی و هر ده هر جای همرایشان همکاری میشه. یکی و دیگه ای طور فکر میکنم که شاید ای طورم نشوه که ما و شما شاید ای قدر خوشبین شویم یا ای قدر امیدوار شویم که 100% چی میشه. 100% خوالا ما و شما که جهان را میبینیم ده هیچ یک کشور 100% امن نیست، یعنی با صلح طالب با حکومت و با امریکا جنگ ادامه خواهد داشت به گونه‌ای. نه نه، یک 95% صلح شاید بیاید. درست. 5% که است و د جاهای دور و دراز د اطراف د کوها و د او جاها از او شاید مردم ما و شما و کشور ما و شما اینقدر زیاد متضرر نشوه. سلامت. و سوال آخر. سوال آخر از فیصل حسن صاحب بود. فیصل حسن صاحب ببخشید ولی ایراد گفتن که اگر در حکومت فعلی بله بله به ما چی شوه از شما خواسته شوه که یک وظیفه را انجام بدم، چون شما در دوران طالبا وزیر مالیه بودین. بله ما د حکومت فعلی نمیخواهم که وظیفه را انجام بدم، به خاطر که ما از هر قدر زیاد که شوق و چه دارم ما زیاد دلچسپی دارم و د چی می خواهم که به مردم ما و شما و کشور ما و شما الله تعالی یک صلح ثبات قراری و آرامی بیاره. اگر ما د ای حکومت به صفت وزیر کار شروع بکنیم باز ما یک طرف واقع میشم. ما نمی خواهم که خود را یک طرف واقع بکنم، ما می خواهم که خودم یک پل برای مذاکرات و برای تفاهم د مابین حکومت و د مابین طالبان و د مابین مردم ما و شما جور شویم که بالاخره کشور ما و شما اگرچه صلح بیایه باز ما وزارت نه به ریاست و به یک مدیریت هم راضی هستم، به خاطر که د آن وقت مدیریت شاید بهتر باشه از این وقتی چه وزارت. آقای معتصم فشرده اگر جواب بدین، خانواده شما در کجا است؟ بله یک حصه خانواده ما در خارج هستند، به خاطر که اینجا ما کمی مشکلات امنیتی دارم و نمیتوانم که اونا را بیارم و یک اندازه فامیل ما اینجا در کابل همراه ما است. درست. که از او جمله یک دو فرزندان ما هم اینجا در حضار کرام تشریف دارن. چند پسر و چند دختر دارید؟ سید محمد و سید اسحاق هستن. سید محمد و سید اسحاق. چند تا پسر و چند دختر دارید؟ والا چی است؟ ما خو یکی از منطقه قندهار هستم و دیگه از یعنی زیاد باید داشته باشیم. بله زیاد باید داشته باشم، یعنی پسر کلان ما که است و تعلیماتش چی هستند؟ د پولیتیکل ساینس د سیاسی علوم اونا لیسانس گرفت و د انټرنیشنل ریلیشنز
اونا مشتری گرفت و چی دوره حدیث دوره حدیث نبوی را هم کرده است که ملا است و حتی تخصصات فقه اسلامی را هم کرده است در مدرسه دیوبند هندوستان که به صفت مفتی هم است. از دخترایتان بگوین آقا صاحب که دخترایتان تا چی اندازه تحصیل کرده؟ با پسرها یک جایی درس خواندن یا جدا؟ نه جدا خواندن. جدا خواندن. دختر ما چی است؟ دختر ما هم از چی ماستری داره در علوم اسلامی، اما در چی در امتوار یک مکتبم تا 12 خواند. خب مکتب چی بود؟ یعنی مخلوط تعلیم نبود، جدا تعلیم بود. چیزی که ما میگویم یعنی سر خود هم عملی میسازم، میتوار نمیکنم که خود را چی فراموش میسازیم و سر دیگران عملی. سلامت آقای آقا جان معتصم، وزیر مالیه دوره طالبا و رئیس پیشین کمیته سیاسی طالبا، از حضور شما در استودیوی تلونیوز و از شما دوستایی که اینجا از نزدیک برنامه را تماشا کردین و دیدین بسیار تشکر. لطف کردین، خوش آمدین، سلامت باشید. و بیننده های عزیز، ممنون از شماهایی که تا این دم این برنامه را دنبال کردید. وقتی همه شما بخیر، خدا نگهدار.